وقت بخیر شنونده رادیو ایران اینترنشنال از لندن هستید. در برنامه با خبر امروز جمعه 26 دی ماه برابر با 15 ماه میلادی ژانویه، من فرزاد مزرویی در نیم ساعت آینده با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهم بود. در ابتدا مروری کنیم بر سرخط خبرهای امروز. ناتوانی دولت روحانی از تامین نیازهای اقتصادی مردم و هشدار مقامهای بهداشتی در مورد بازگشایی مدارس. عضو کمیته مقابله با کرونا میگوید تصمیم برای بازگشایی ها به دلایل مسائل اقتصادی و معیشتی است. شعله ور شدن دوباره آتش سوزی جنگل ها در کشور آذربایجان و در مرز آستارا. فرماندار آستارا از وزش باد و نزدیک شدن حریق به جنگل های ایران هشدار داد. کاهش 6 برابری درآمد نفتی ایران طی 2 سال بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا. درآمد نفتی ایران از 67 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار کاهش یافته. و آخرین تلاش‌های ترامپ در راستای فشار حداکثری علیه ایران و تغییر ساختار دفاعی آمریکا برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه. اسرائیل به مناطق تحت پوشش فرماندهی مرکزی ایالات متحده اضافه شد. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا عجله در بازگشایی ها را خطرناک خواند و نسبت به احتمال بروز موج 4 شیوع کرونا هشدار داد. مردانی گفت مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم در تصمیم دولت برای بازگشایی ها بی تأثیر نیست، چرا که جبران خسارت تعطیلی ها برای دولت مشکل است. به گفته مردانی مدارس باید آخرین جایی باشد که بازگشایی می شوند. روز گذشته کمیته آموزش ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بود به جز مناطق قرمز مدارس از ابتدای بهمن ماه باز خواهند شد. همچنین ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران ضمن ابراز نگرانی از شیوع موج 4 کرونا گفته بود بیمارستان‌ها آمادگی بازگشت به شرایط بحرانی را ندارند. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به افزایش شیوع ویروس کرونا در این استان گفت وضعیت 10 شهر استان مازندران قرمز است. عباس موسوی درباره آخرین آمار مبتلایان در این استان گفت در حال حاضر بیش از 1200 نفر با علائم تنفسی مشکوک به کرونا بستری هستند. شهرهای ساری، قائمشهر، آمل، تنکابن و سوادکوه از شهرهایی هستند که در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند. بنابر گزارش روزانه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 83 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور جان باختند و بیش از 6000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. در ادامه ارزیابی آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو بشنویم از تأثیرات احتمالی کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی مدارس بر وضعیت شیوع کرونا. این مسئله میتونه به راحتی وضعیت کرونا رو به شرایط 1.5 ماه یا در واقع اوج پیک 3 برگردونه، به خاطر اینکه 2 عامل بسیار مهم و مستعد کننده برای پیک 4 وجود داره. اولا شرایط اقلیمی و سرمایی که خودش میتونه وضعیت انتقال ویروس رو افزایش بده و از سمت دیگه رسیدن سوش‌های جدید، آنچه که مثلا به عنوان سوشی که در انگلیس جهش پیدا کرده و یا از اون خطرناکتر سوشی که در آفریقای جنوبی جهش پیدا کرده، وقتی همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم میبینیم که کرونا نسبت به سال قبل تغییری نکرده و حتی میشه گفت وحشی‌تر شده. تفاوتی که وجود داره این هستش که ما الان واکسن در اختیارمون هست که متاسفانه جمهوری اسلامی همچنان سردرگم و بدون یک تصمیم قاطع هستش. بنابراین همان گونه که آقای دکتر مردانی گفتن، چون هیچی تغییر نکرده و ما هم نسبت به تحولاتی که در دنیا به وجود اومده راه عکس رو در پیش گرفتیم، یعنی واکسیناسیون، بنابراین موج 4 به سرعت میتونه به وجود بیاد که پیش بینی ها هم مبنی بر مرگبارتر بودن اون هستش. خبرهایی که ما از ارتباط با همکارانمون میگیریم، تجمعهایی که پرستاران برای گرفتن حقوق
معمولیش کنه، نه پاداش هایی که در همه کشورها به دلیل زحمات فراوان و از جان گذشتگی پرسنل درمان داشتن به اونها هدیه کردن. اما متاسفانه شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی این حق و حقوق عادی هم پرداخت نمیشه. و از اون طرف بحث مهاجرت، تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت کردن. همین چند روز پیش بود که نظام پزشکی گفت 200 پزشک هم مهاجرت کرده. کاهش درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها و خستگی مفرد که در طول یک سال گذشته مجموعه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با اون مواجه بودن، به نظر من نشون میده آقای حریچی حرفش درسته. اگر واقعا در واقع شرایط بحرانی بخوایم برگردیم، به هیچ وجه ما آمادگی اون رو نداریم. توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس بود که میشنیدیم. در ادامه بشنویم از برنامه واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن چینی در یکی از کشورهای همسایه ایران. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه در بیمارستانی در آنکارا با واکسن چینی سینوواک واکسینه شد. همزمان کلیه اعضای کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه ترکیه در همراهی با اردوغان واکسن کرونا را دریافت کردند. پیشتر دولت ترکیه از برنامه تزریق عمومی واکسن چینی سینوواک در کل این کشور خبر داده بود. اردوغان همچنین از واکسینه شدن بیش از 250 هزار نفر از اعضای کادر بهداشت و درمان این کشور تا کنون خبر داد و تاکید کرد کشورش به زودی 25 تا 30 میلیون دوز از این واکسن چینی سینوواک را دریافت خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش لیلی نیکفر، خبرنگار ایران اینترنشنال از استانبول بشنویم. اردوغان هم واکسن زد. رئیس جمهور ترکیه جزو اولین افرادی بود که در این کشور واکسن کرونا دریافت کرد. واکسیناسیون کرونا در بیمارستان‌های دولتی در ترکیه آغاز شده. تنها در چند ساعت اولیه این واکسیناسیون بیش از 100,000 نفر از کادر درمان با این واکسن چینی واکسیناسیون شدند. دو هفته بعد از ورود واکسن سینوواک به کشور، وزیر بهداشت ترکیه اولین کسی بود که این واکسن چینی را دریافت کرد. با در نظر گرفتن اخبار زد و نقیض که در خصوص مؤثر بودن واکسن چینی منتشر می شود، شاید این اقدام آقای وزیر مشوقی باشد برای آن دسته از افرادی که به این واکسن خیلی هم خوشبین نیستند. من به واکسن چینی زیاد اعتماد ندارم. تا الان کرونا نگرفتم، فعلا هم موافق واکسینه شدن نیستم. شاید برای اونایی که در گروه ریسک هستن بد نباشه واکسن بزنن، اما این واکسن با آزمایشاش در فازهای مختلف زمان کافی داده نشد. معلومم نیست بدن آدم بعدن چه واکنشایی بهش داشته باشه. واکسینه شدنمون لازمه. تنها راه موثری که تو دستمون هست فقط واکسنه. راه دیگه‌ای وجود نداره. من تازه به کرونا مبتلا شدم و فعلا نیازی ندارم، اما وقتی نوبتم برسه حتما واکسن میزنم. البته بر اساس اولویت بندی دولت، پس از کادر درمان نوبت واکسینه شدن سالمندان و توانیاب‌ها و افراد در معرض خطر ابتلا است و هنوز راه زیادی مانده تا اکثریت مردم واکسن دریافت کنند. اما بنابر اعلام وزارت بهداشت ترکیه، تا پایان سال جاری دست کم 1/3 جمعیت این کشور واکسینه خواهند شد. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران پی می‌گیریم. سپاه پاسداران در کویر مرکزی ایران رزمایش موشکی و پهپادی برگزار کرد. در این مراسم حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حضور داشتند. به گفته این فرماندهان سپاه، در این رزمایش نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادهای تهاجمی بمب‌افکن آزمایش شد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره موشک‌های بالستیک نسل جدید گفت این نوع موشک‌ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی قدرت جدیدی پیدا کردند. دادگاه انقلاب تهران آرش جوهری، فعال کارگری را به 16 سال زندان محکوم کرد که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 10 سال از این حکم قابل اجراست.
پایگاه خبری هرانا نوشت جوهری به اتهام اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 10 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری روز 15 مهر سال جاری بازداشت شد. کبرا خزعلی رئیس شورای اجتماعی زنان مجلس ایران از لغو غربالگری زایمان خبر داد. او در صفحه توییتر خود نوشت با تلاش نمایندگان انقلابی دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست. این خبر به صورت رسمی تایید نشده اما پس از واکنش تند کاربران در شبکه‌های اجتماعی خزعلی توییت خود را حذف کرد. طرح غربالگری زایمان که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد شامل آزمایش‌ها و سونوگرافی در 3 ماه اول بارداری برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین انجام می‌گیرد و در صورت تشخیص سندروم دان به مادر مجوز سقط جنین داده می‌شود. پیام رسان سیگنال از بازار اپلیکیشن‌های تلفن هوشمند در ایران حذف شد. دلیل حذف سیگنال دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه عنوان شده. حذف این پیام رسان در حالی اتفاق می افتد که در روزهای اخیر و پس از تغییر سیاست‌های حریم خصوصی پیام رسان واتساپ، بخش زیادی از کاربران آن از جمله در ایران به استفاده از سیگنال روی آوردند. واتساپ حدود 1 هفته پیش از سیاست جدید این شرکت مبنی بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی کاربرانش با فیسبوک در کل کشورهای جهان به استثنای اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر داده بود. جنگل‌ها و مراتع منطقه مرزی بهارستان در آستارا در نوار مرزی جمهوری آذربایجان و ایران بار دیگر دچار آتش‌سوزی شد. عباس صابر فرماندار آستارا اعلام کرد از 4 روز پیش جنگل‌های این منطقه مرزی در حال سوختن است اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی کشور همسایه یعنی جمهوری آذربایجان برای خاموش کردن آتش صورت نگرفته. عباس صابر گفت به دلیل سرعت وزش باد در منطقه و نزدیک شدن آتش به جنگل‌های هیرکانی مرزی آستارا نیروهای امدادی در منطقه به حالت آماده باش کامل درآمدند. از سوی دیگر سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان گلستان از 53 فقره آتش سوزی در جنگل‌های این استان طی تنها 1 هفته اخیر خبر داد. عبدالرحیم لطفی میگوید به 35 هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد شده. او عامل این حوادث را گرمای هوا و کاهش رطوبت و سهل‌انگاری اعلام کرد. در آبان امسال 200 هکتار از جنگل‌های توسکستان گرگان هم در آتش سوخت. در ادامه از اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست از تهران بشنویم درباره نگرانی‌ها درباره سرایت آتش به مناطق جنگلی مرزی ایران و جمهوری آذربایجان. این بار اول نیست که جنگل‌های هیرکانی عزیز ما که در جهان بی‌نظیر دچار آتش سوزی میشه و یا خواهد شد. بنده به خاطر دارم که 2 سال پیش جنگل‌های هیرکانی در پارک ملی گلستان دچار حریق شد و 400 هکتار از این جنگل‌ها سوخت و خاکستر شد. جانوران از بین رفتن، برخی از خانه‌ها نیز، و بعد یکی از مقامات که در اون منطقه بود فرمودن که چیزی نیست، مسئله نیست، 400 هکتار سوخته، به زودی جاش میاد. اگر این مقام به راستی و به حق اون جایگاه رو تسخیر کرده بود، برای یک برگ و یک شاخه مثل من گریه میکرد. بنابراین قسمت اعظمش ما البته داریم آذربایجان رو متهم به بیکاری و بیخیالی میکنیم، ولی خود ما هم دست کمی از اونها نداریم. هیچ میدونید 17000 هکتار جنگل دست یک جنگلبانه، یعنی حدود 30000 زمین فوتبال رو بدین دست یک جنگلبان، چه میتونه بکنه؟ نه وسیله داریم، نه تکنولوژی داریم و نه همت و عزم نگهداری این جنگل ها. کسی نیست که ارزش این جنگل ها رو که یواش یواش داره آب میره و کوچک و کوچکتر میشه بدونه. جنگل خائیز از بین رفت، جنگل های خرم‌آباد لرستان از بین رفت و ما کشته دادیم سر این جریان ها، ولی متاسفانه هنوز مقامات ما خواب تشریف دارند.
صدای اسماعیل کهرم بود که میشنیدیم، کارشناس محیط زیست از تهران. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده درآمد خالص صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در 9 ماه نخست سال گذشته میلادی فقط 11 میلیارد دلار بوده. بر اساس این گزارش درآمد نفتی ایران نسبت به سال 2019 میلادی 1/3 و نسبت به سال 2018 میلادی که درآمد این کشور 67 میلیارد دلار بود به 1/6 سقوط کرده. آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها هم نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در سال 2020 میلادی به 300 هزار بشکه در روز افت کرده. قبل از تحریم‌های آمریکا این رقم 2.5 میلیون بشکه بود. جزئیات بیشتر در این باره رو از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس بشنویم. اولین نکته که توی این گزارش دیده میشه این هستش که عدد و رقمی که اعلام میشه در رابطه با میزان صادرات ایران به لحاظ دلاری، این عدد و رقم بسیار نزدیک به عدد و رقمی که خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه. از طرف دیگه مسئله مهمی که وجود داره اینه که دست ایران بسته شده در بازار نفت و در درآمدزایی مالی که از این راه داره، یعنی اون مقدار صادرات 2.7 میلیون شیعی که در آغاز تحریم ها ایران داشت تجربه می کرد اومده شده 300 هزار بشکه در روز، یعنی که 1/9 شده، 1/10 شده عملا این مقدار، و این نشون میده که خب اون سیاست فشار حداکثری و به صفر رسوندن درآمد نفتی که برای جمهوری اسلامی دولت ترامپ در نظر گرفته بود تا حد خیلی زیادی کارآمدی داشته و تونسته که اثرگذار باشه روی درآمد ایران. از طرف دیگه نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که این مقدار درآمد این حاصل از یک سلسله عملیاتی هستش که هزینه صادرات نفت رو به شدت برای ایران بالا برده. به عنوان مثال من اشاره کنم به دادخواستی که در تابستان امسال علیه 4 آمریکایی مطرح شد در آمریکا، اینها بازداشت شدن در فوریه 2020 بهمن ماه سال 98 و به مدت 15 ماه در خاک آمریکا برای ایران پولشویی می‌کردند. کار اینها این بوده که 2 محموله نفتی در ماه رو به مقصد چین برای ایران کارسازی بکنن و پولش رو بچرخونن در یک سیستم مالی که بتونن به ایران منتقلش بکنن. درآمدی که این 4 نفر از این پروژه داشتن ماهی 28 میلیون دلار بوده. یعنی کنار تمام تخفیف هایی که ایران میداده، در کنار اینکه به مشتریانش میگه به هر واحد پولی که بخواید میتونید به من پول بدید، یعنی به یوان، به یورو، به دینار، به هر واحد پولی که بخواید میتونید به من پول بدید، تخفیف کلان هم داره در اختیارشون میذاره و نهایتاً تونسته 11 میلیارد دلار تا به امروز پول در بیاره تو سال 99. عملاً در شرایط عادی این باید خیلی بیشتر از این میبوده، یعنی پول کمتری بابت نفت گرفته. صدای بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس بود که میشنیدیم. دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری طی فرمانی تغییراتی در ساختار دفاعی آمریکا در منطقه خاورمیانه برای مقابله با ایران ایجاد کرد. به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت جورنال، ترامپ دستور اضافه شدن اسرائیل به مناطق تحت پوشش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را صادر کرده. مناطق وسیعی از خاورمیانه از جمله ایران در حیطه مناطق عملیاتی سنتکام به شمار می‌روند. این آخرین اقدام ترامپ در مجموع سیاست‌های آمریکا برای فشار بیشتر به ایران به شمار می‌رود. ایالات متحده پیش از این اسرائیل را تحت پوشش ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار داده بود تا زمینه تعامل فرماندهان آمریکایی سنتکام با کشورهای عربی فراهم شود. با بهبود روابط اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، امکان قرار گرفتن اسرائیل در مناطق تحت پوشش ستاد فرماندهی مرکزی فراهم شده. در خبری دیگر، روزنامه اسرائیل هیوم در مقاله‌ای نوشت ارتش این کشور در حال بررسی 3 گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. در این یادداشت آمده ارتش اسرائیل در حال تدوین 3 گزینه برای تضعیف تلاش‌های هسته‌ای ایران یا در صورت لزوم مقابله با تهاجم این کشور است که به زودی به دولت اسرائیل ارائه خواهد شد.
در این مقاله به نقل قولی از بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اشاره شده که تأکید کرده اسرائیل باید گزینه نظامی را روی میز داشته باشد. همزمان مقام‌های اسرائیلی ابراز امیدواری کرده‌اند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا کارزار فشار حد اکثری دولت ترامپ علیه ایران را تا برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند. همزمان با این تحولات شب گذشته سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. گیلاد اردان در این نامه خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل در برابر آنچه که او آن را تروریسم دولتی و حمایت ایران از گروه‌های تروریستی منطقه خوانده شده است. و در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، این تنها تهران نیست که در حال سبک سنگین کردن شرایط است. عربستان سعودی و اسرائیل هم نگران تغییر شرایط در منطقه هستند. به نظر می‌رسد آنها نگرانند که لغو احتمالی تحریم‌ها از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا و کاهش فشار حداکثری علیه ایران موجب باز شدن دست ایران برای حمایت از متحدان منطقه‌ای شود. گزارش هومن میرقاسمی رو در همین رابطه بشنویم. آیا وقتی ترامپ برود دست ایران برای حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش بازتر خواهد شد؟ فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در سفرش به مسکو مداخله ایران در امور کشورهای خاورمیانه را محکوم کرد و گفت شبه نظامیان وابسته به ایران جلوی رسیدن به صلح در سوریه و یمن را گرفتند. این در حالی است که یک روز قبل وزارت خزانه داری آمریکا 3 فرد و 16 نهاد جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نزدیک به آنها از جمله عبدالعزیز المحمدآوی نایب رئیس 8 شعبی را تحریم کرد. یعنی چند روز پس از آن که این وزارتخانه نام فالح الفیاض رهبر 8 شعبی را به لیست تحریم شدگان آمریکا افزود. کمی پیشتر هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تصمیم دارد حوثی‌های یمن را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. پومپئو وزیر خارجه دلیل آن را بازداری ایران از فعالیت‌های زیانبخشش در منطقه نامید. در این حال هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در یک گزارش اختصاصی آورده بنا به تصاویری که به این نشریه رسیده و از طرف متخصصان تایید شده، ایران پهپادهای انتحاری شاهد 136 خود را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن مستقر کرده است. یکی پس از دیگری و از سوی دیگر مانورهای نظامی ایران در خلیج فارس افزایش یافتند. آخرین آنها رزمایش ارتش جمهوری اسلامی و آزمایش موشک‌های کروز. این تغییر و تحولات البته تنها موجب نگرانی عربستان سعودی نشده. به نظر می‌رسد اسرائیل به عنوان کشوری که بیش از 4 دهه است روابطش با جمهوری اسلامی با تنش و بحران همراه بوده، در آخرین روزهای دولت ترامپ دست به کار شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل طی حملات هوایی در اولین ساعت چهارشنبه چندین مواضع نظامی در شرق سوریه را هدف قرار داد و دست کم 57 نفر شامل 16 شبه نظامی عراقی و 11 عضو فاطمیون و تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. اما الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل به تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه اسرائیل 24 از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست تا به سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران ادامه دهد. هنوز برای پاسخ به این که آیا با آمدن بایدن حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی‌اش افزایش خواهد یافت زود است. اما مشخص است که دولت کنونی آمریکا در آخرین روزهایش در حال تشدید بیشتر فشارها بر ایران است و اسرائیل و عربستان سعودی نگران از آنچه پیش خواهد آمد. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال. در ادامه و در رابطه با نحوه تعامل اسرائیل با دولت آینده ای آمریکا، توضیحات بابک اسحاقی خبرنگار ایران اینترنشنال از اسرائیل رو بشنویم.
یک منبع نزدیک به تیم انتقالی بایدن امروز به یکی از نشریات اسرائیل گفته که این ماموران یک استراتژی یا در دست گرفتن که در برابر ایران انجام بدن و در رابطه با اون به رایزنی‌هایی با اسرائیل پرداختن. یک هفته قبل از تغییر دولت در واشنگتن، تیم رئیس جمهور منتخب در راه بررسی گزینه‌های نحوه برخورد با ایران هستش. هدف اصلی که بایدن تعریف کرده نه تنها جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای هستش، بلکه توقف برنامه موشکی و توقف تجاوزات منطقه‌ای ایران در منطقه هستش. تیم رئیس جمهوری جدید نظرات مختلفی را در مورد چگونگی دستیابی به این هدف داره، به ویژه با توجه به استفاده ایران از سانتریفیوژهای مدرن و بالا، و در هر صورت رایزنی‌ها قبل از به روی کار آمدن جو بایدن با اسرائیل در چند ماه آینده انجام خواهد شد. صدای بابک اسحاقی بود که میشنیدیم، خبرنگار ایران اینترنشنال از اسرائیل. در ادامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر گزیده ای از خبرهای رسانه های بین المللی در چارسوی جهان. چارسوی جهان. واشنگتن در قرق گارد ملی برای مقابله با حملات مسلحانه احتمالی. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعداد نیروهای گارد ملی آمریکا که برای کمک به حفظ امنیت مراسم تحلیف جو بایدن به واشنگتن دی سی اعزام شدند، به بیش از 21,000 نفر افزایش یافته. با توجه به اینکه سازمان‌های امنیتی در حال بررسی تهدیدهای موجود هستند، این تعداد ممکن است باز هم افزایش یابد. این رقم حتی از شمار سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق نیز بیشتر است. شهردار واشنگتن دی سی از مردم درخواست کرده برای شرکت در مراسم تحلیف به این شهر نیایند. همزمان مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز بر تعهد دولت دونالد ترامپ به انتقال منظم قدرت و برگزاری ایمن مراسم تحلیف تاکید کرد. سازمان‌های امنیتی آمریکا اعلام کردند به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان دهنده تلاش حامیان دونالد ترامپ برای انجام اعتراض‌های مسلحانه همزمان با تحلیف جو بایدن هستند. چنگ و دندان نشان دادن کره شمالی با موشک‌های جدید. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد ارتش این کشور در رژه روز پنجشنبه در پیونگیانگ از یک موشک بالستیک با قابلیت شلیک از زیردریایی رونمایی کرد. کره شمالی این موشک بالستیک را قوی ترین سلاح جهان خوانده. در این رژه که هر 5 سال یک بار به مناسبت برگزاری نشست کنگره حزب کارگر برگزار می شود، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آمریکا را اصلی ترین دشمن کشورش خواند. کره شمالی خواهان لغو تحریم های آمریکاست و در مقابل ایالات متحده خواهان برچیده شدن کامل برنامه سلاح های اتمی کره شمالی است. دیدارهای دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ویتنام در سال 2019 با شکست مواجه شد و هیچ تحول مثبتی در روابط دو کشور در دوران ترامپ رخ نداده است. شیوع خارج از کنترل ویروس کرونا در اروپا. مؤسسه بیماری‌های عفونی آلمان اعلام کرد شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 2 میلیون نفر و شمار موارد مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در این کشور به حدود 45,000 نفر رسیده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جمع مقام‌های ارشد حزب حاکم خواستار اقدام بسیار سریع در این خصوص شد. در فرانسه مقررات جدید منع تردد از ساعت 6 عصر به بعد از عصر شنبه در سراسر کشور آغاز می شود. نخست وزیر فرانسه ضمن اعلام این مقررات گفت که با وجود شمار بالای مبتلایان وضعیت کشور نگران کننده است. در بریتانیا نیز در 3 روز گذشته هر روز بالای 1200 نفر در اثر کرونا جان باختند و شمار کل فوت شدگان در این کشور بنابر آمار رسمی از 86,000 نفر نیز فراتر رفته است. و به این ترتیب به پایان با خبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.